با عرض سلام، فرق و ادیانی هزار چهره رضا تابنده که اکانت های متعددی رو، شاید صدها اکانت رو با اسم های مستعار در فضای اینستاگرام و همینطور اینترنت مدیریت و هدایت میکنه، با یاری پیروان خمسه، برادرش رحمت الله، یق چرکی ها که بوی متعفن عرقشون فضا رو پر آلوده کرده، اینها به شدت به اضطراب افتادند. علت حراسشون همون برنامه و نشستی بود که در آمریکا برگزار شد، که در اون چهره این آدم‌های فاسد، خیانتکار و جنایتکار به روی پرده به نمایش گذاشته شد و اسنادی که ارتباط این افراد رو با محافل مربوط به حکومت آخوندها به اثبات میرسونه و همینجور فعالیت‌های این افراد رو و همراهی این افراد با آخوندهای ایران در ارتباط با حبس، حصر، هنزل دادن و به شهادت رسوندن حضرت آقای مطلوب علی شاه، دراویش گنابادی، زندان و شکنجه و آزار و اذیت دراویش، به شهادت رسوندن دراویش، اینها همه با مدرک و سند ارائه شد، به نمایش گذاشته شد و حالا هم که همه مطلع هستید، حکمی صادر شد بر علیه یکی از جلادهای ایران در استکهلم، بله در کشور سوئد، به علت اون رولی که اون فرد داشت در قطعه‌های زنجیره‌ای. و اینها با همدیگه دست به دست هم داده و لرزه به اندام افرادی مثل رضا تابنده انداخته، داداشش خمسه، که موجب شد یک نامه ای رو به خبرگزاری ها و محافل بین المللی بفرستند برای مظلوم نمایی. البته ضریب هوشی این افراد خیلی پایینه، هنوز اینو درک نکردند که کشورهای آزاد، کشورهای دموکراتیک قانونمند هستند. یعنی حرف اول و آخر رو قانون میذاره. اینجا جای زورگویی نیست، جای برچسب زدن هم نیست. اون چیزی که مورد پسند هست سند و مدرک محکمه پسنده و این چیزیه که میتونه موجب تایید و یا رد یک اتهام بشه. بر اساس سند و مدرکی که یک نفر یا مجرم شناخته میشه یا اینی که رأی به آزادیش داده میشه. و چون شما حراس دارید از اینی که در مقابل یک دادگاه بین المللی قرار بگیری، از حالا داری زمینه سازی میکنی ولی کار به جایی نمیبری. شما اعتبارت رو در افکار عمومی از دست دادی و اینی که در ارتباط با رژیم ایران هستی دیگه برای همه هویدا شده. محافل بین المللی هم به سند و مدرک نگاه می کنند. حالا برای دلداری پیروانش رضا تابنده، طبق روال همیشه از همون روش سفسطه و مقلطه می خواد استفاده کنه و برای اینکه کم نیاره می خواد حمله متقابل بکنه، که البته کار به جای نمی بره. به همون روش آخوندی هم عمل می کنه، یعنی تهمت و افترا بدون سند و مدرک و یا وارونه نمایی، فریب دادن، برای اینی که افکار فاسد خودش رو تلقین بکنه به اسان عمومی. در آخرین تلاشش رضا تابنده اومده و میگه که انجمن پاسداشت حقوق بشر یک سازمان صهیونیستی هستش. چرا این حرفو میزنه و با چه سندی؟ توجه داشته باشید، حرفی که رضا تابنده میزنه اینه که میگه جناب آقای قره‌قزلو در یکی از محافل طرفدار اسرائیل فعالیت میکنند، برای همین انجمن پاسداشت حقوق بشر یک سازمان طرفدار صهیونیسم بین الملل هستش. اساس مطلب چی هستش؟ حقیقت این قضیه چیه؟ حقیقت از این قراره که، البته من پیشاپیش بگم سخنگوی هیچ کس نیستم، من خودم رفتم تحقیق کردم بعد از اینکه این مطلب اینا رو دیدم ببینم واقعیت چی هستش.
اون چیزی که من بهش دست پیدا کردم اینه که یک مقاله منتشر شده، یک آنالیزی منتشر شده در انستیتوی واشنگتن که ارتباط داره با محافل طرفدار منافع اسرائیل در آمریکا. و در این انستیتو مقاله‌ای که منتشر شده، یکی از نویسندگان این مقاله جناب آقای قره‌قزلو هستند، اون دو نویسنده دیگه این مقاله سیمین کارگر و آزاده پورزند هستش، همینجوری که مشاهده میکنید. و مقاله همینجوری که دیدید، جریان مقاله چی هست؟ جریان مقاله سر موضوع اطلاعات غلط ایران در مورد اقلیت‌های مذهبی. توجه کردین؟ همه میدونید که رژیم حاکم بر ایران، رژیم فاشیستی و آدمکش ایران به مجامع بین‌المللی دائما اخبار دروغ و کذب میده، اطلاعات دروغ میده در مورد اقلیت‌های مذهبیش، برای اینکه حقیقت رو وارونه جلوه بده، یعنی بگه که آنهایی که دیگراندیش هستند و یا اقلیت‌های مذهبی دارای آزادی کامل هستند و همه میدونن که این حقیقت نداره. نمونهش شرایط خود دراویش در ایران هستش. البته این مقاله جالبش اینه که در سال 2019 منتشر شده، در جولای 2019، دقیقاً 5 ماه قبل از به شهادت رسیدن حضرت آقای مجذوب علی شاه. توجه داشته باشین، اطلاعات غلط دادن در ارتباط با اقلیت‌های مذهبی، این سرمقاله این آنالیز بود که نگاشته شده بود، توسط این انستیتو هم منتشر شده بود. بابت این انجمن پاسداشت حقوق بشر متهم میشه که یک سازمان صهیونیستیه. حالا توجه داشته باشید، اطلاعات غلط دادن در ارتباط با یک گروه اعتقادی رو شما در آویش هم به خوبی از قبل در موردش تجربه‌ای دارید. میدونید که به خاطر دارید، از یادتون نرفته که همین خمسه با همراهی رضا تابنده رحمت الله چی کار کردن و همین یقه چرکه ها. حضرت آقای مجذوب علی شاه را حبس کردن، حصر کردن، به ایشون هنزل دادن، به شهادت رسوندن و دائما کتمان کردن همه اینها رو، همه این اعمال خودشون رو کتمان کردن. موقعی که حضرت آقای مجذوب علی شاه حبس و حصر بودن، ایشون اینها میگفتن نه، ایشون حبس نیستن، حصر نیستن. حضرت آقای مجذوب علی شاه فرمودن که من محدود شده بودم، حبس و حصر بودن. آقای جذبی زیر ورقه رو امضا کردش، سند داد بیرون که بیانیه رو امضا کردش آقای جذبی به همراه اون دیگر اعضای خمسه که نه، حضرت آقای مجذوب علی شاه حبس نیستن، خلاف اون چی که خود حضرت آقای مجذوب علی شاه فرمودن. یعنی اطلاعات غلط دادن چی؟ یعنی همین دیگه. حضرت آقای مجذوب علی شاه رو هنزل دادن، مسموم کردن، ایشون در بیمارستان بستری شدن. آقای جذبی برای فریب دادن عموم اومدن چی گفتن؟ گفتن نه، شرایط حضرت آقای مجذوب علی شاه همون چیزیه که میشه انتظارشو داشت از فردی که سال خورده هستش. توجه کردید؟ یعنی فریبکاری هایی که رژیم ایران در محافل بین المللی انجام میده، همین قبیل فریبکاری ها رو خمسه انجام دادن، رضا تابنده انجام داد. و حالا بابت اینی که جناب آقای قره‌قزلو اومدن و مقاله‌ای در این زمینه نوشتن، یه آنالیزی رو ارائه دادن به همراه دو نفر دیگه که اون آنالیز در یک انستیتوی منتشر شده، به ناگهان این اتهام وارد میشه به انجمن پاسداشت حقوق بشر که در ارتباط هستش با محافلی که در واقع حافظ منافع اسرائیل هستند. حالا البته توجه داشته باشید، اسرائیل هرگز هیچ یک از اقطاب سلسله گنابادی رو به قتل نرسونده، به شهادت نرسونده. اسرائیل هرگز هیچ درویشی رو زندانی نکرده. آزارش به یه درویش که نرسیده هیچی، آزارش به یک ایرانی هم نرسیده.
اما اعتراض کردن و مقاله نوشتن به اعمال فاسدین حاکم بر ایران برای آخوندها و برای آقای رضا تابنده و رحمت الله تابنده، آقای جذبی و دیگر اعضای خمسه و فاشیست های مذهبی و فردید دوستان و فردید پرستانی مثل پازوکی و صابری به معنای این هستش که آدم صهیونیست هستش. یعنی اگر شما دنبال آزادی باشید، دنبال این هستی باشین که حق و حقوق همه مورد احترام قرار بگیره، قطعاً باید به گفته این آقایون صهیونیست باشید. یعنی کس دیگه‌ای نمیتونه خواستار آزادی باشه. اما اینجوری نیستش آقای رضا تابنده. ما انسان هستیم، حق و حقوقی داریم و میخواییم آزاد باشیم و آزادی هیچ ارتباطی، حق آزادی هیچ ارتباطی به اعتقاد نداره، به سیاست هم نداره. یک حقه که شما نمیتونید درکش بکنید. با تشکر.